جدید به یکی دیگر از سری برنامه‌های آرویو. سوزی خاتمی هستم، تهیه کننده و مجری این شو، که خوشحال هستم باری دیگر در خدمت مهمان عزیزی که دعوت برنامه ما رو پذیرفتن با شما عزیزان به گفتگو خواهیم پرداخت و امید دارم که بتونیم شما رو برای 50 دقیقه آینده در کنار خودمون در تلویزیون اندیشه و برنامه آرویو داشته باشیم. قبل از اینی که برنامه رو شروع بکنم، محض یادآوری فقط از شما دوستان علاقه‌مند برنامه‌ها خواهشی دارم و این هست که روی شبکه‌های اجتماعی که برنامه‌ها رو ملاحظه می‌کنید، ممنونتون میشم که اگر اینها رو با دوستان دیگر هم شریک بشید و به قول آمریکا یا شیر بکنید، چه در صفحه فیسبوک که من معمولاً برنامه‌ها رو می‌گذارم و چه خود تلویزیون اندیشه که زیر برنامه آرویو برنامه‌ها به طور آرشیو نگهداری میشن. همچنین چنل یوتیوب سوزی خاتمی هم برنامه‌ها رو سعی می‌کنیم که اونجا هم برای شما آرشیوی رو نگه داشته باشیم. در حال به قول آمریکایی‌ها آندد نوت، میریم و مهمان امروز برنامه رو به شما معرفی میکنیم که البته احتیاجی واقعا به معرفی ندارن، به خصوص برای شما علاقمندان خواندن کتاب و شما که اهل هنر و دوستان هنرمند هستید و همیشه کارهاشون رو سپورت میکنید و حمایت میکنید. مطمئن هستم که خیلی از شما با نام خانم دکتر زهره قهرمانی آشنا هستید. البته خیلی ایشون بعد از اینی که کار دنتیستریشون رو کنار گذاشتن و رو آوردن به عشق و علاقهشون و پشنشون که اون هم نویسندگی و هنر نقاشی هست، خیلی دوست ندارن که با نام دکتر بهشون صدا بشه، ولی از اونجایی که واقعا تایتلشون این هست، من لازم دیدم که لااقل یک بار برای شروع برنامه نامشون رو به عنوان خانم دکتر زهره قهرمانی ببرم، برای که به هر حال تایتلشون هست. ایشون پیدیاتریک دنتیستری رو در انگلیس خوندن و سالها هم در شیکاگو متجاوز از 2 دهه انجام دادن، ولی بالاخره یه روزی با خودشون فکر کردن که نه، من میخوام برم دنبال پشنم، دنبال اون کاری که سالهاست از بچگی اصلا دوست داشتم، که دیگه حالا به قول معروف میگن the rest is history. اینجا تشریف دارن که خودشون برای ما تعریف کنن، ما ببینیم که چه خبرها هست و پیشا پیش ازشون تشکر میکنم، چرا که واقعا بسیار زحمت کشیدن و محبت کردن، مثل همه مهمانان که محبت میکنن دعوت برنامه ها رو میپذیرن. ولی زهره جان از راه بسیار دوری تشریف میارن، از سان دیگو دعوت برنامه ما رو پذیرفتن و 1-3 ساعتی امروز در ترافیک باهاش دست و پنجه نرم کردن تا خودشونو به استودیو رسوندن. در هر حال بیشتر از این شما رو نگه نمیدارم، برنامه‌مون هم به زبان فارسی خواهد بود، فقط 5 دقیقه آخر شو رو با اجازه همه شما به زبان انگلیسی مختصر و مفید صحبتی میکنیم که بتونن خانم زهره قهرمانی اینو به وبسایتشون هم منتقل بکنن برای دوستداران برنامه‌هاشون. خیلی خوش آمدید به برنامه و واقعا یک خسته نباشید به شما که این همه زحمت کشیدید و متحمل این راه و ترافیک عجیب و غریب لس آنجلس شدید و تشریف آوردید اینجا. ممنون. ممنونم از دعوت گرم شما، از صبرتون و از این که من این راه رو بار پا نمیام، با دلم میام، بنابراین مسافت هیچ مفهومی نداره. خیلی ازتون سپاسگزارم. قبل از اینکه یادم بره، زهره جون، داشتم به شما قبل از برنامه میگفتم که چقدر من برام جالب بود thanks to Facebook. دیروز که نگاه میکردم، میدونید معمولا یادآور میشه چه روزی شما چه عکسایی گذاشتید، با چه افرادی برنامه داشتید، به خصوص خب در کیس من که مصاحبه‌های متعدد دارم با شما عزیزان، و دیدم چه جالب. زهره جان، باورتون میشه یا نه، ما 5 سال پیش در خدمت شما من بودم در برنامه رادیویی و یک مصاحبه ای رو با شما همچنین روزی 5 سال پیش داشتم. ببینید حالا این معنیش چیه؟ من نمیدونم کدوماتون به چی باور دارین، اونم نمیدونم. ولی معنیش اینه 5 سال دیگه من همین روز همینجا. دیگه انشالله میدونم این دفعه 5 سال طول نکشه من زودتر در خدمت شما باشم و میدونم با راه دور و مشغله فراوان همیشه امکان پذیر برای شما و مهمانان عزیز ما نیست، ولی باز هم قدر میدونم که شما رو در کنار خودمون. یک دنیا از لطفتون ممنونم. اول از اینکه تبریکی دارم به شما برای همه کارهایی که انجام دادید، از حالا زمانی که کتاب‌هاتون به چاپ رسیده، این کتاب ها هر کدوم برنده جوایز متعددی شده در سان دیگو که خود زهره جون زندگی میکنن، در دیگر نقاط. در ضمن ناگفته نمانه که زهره جون سپیکر فانتاستیکی هم هستن، سخنران خوبی هستن، مشوق خوبی هستن، چرا که خودشون بعد از اینی که دنتیستریشون انجام دادن مطب موفقی داشتن،
همه رو گذاشتن کنار، اومدن دنبال عشق و پشنشون که اون هم نویسندگی باشه، در نتیجه در این راستا هم خیلی میتونن کمک رسان به افرادی باشن که حالا سن، و من دوست ندارم بگم میدل ایج یا میان سال، ولی به هر حال دوستانی که بعد از یه مدتی که کارهای دیگر رو انجام میدن بعد به فکر میفتن که خب حالا بریم دنبال اون چیزی که دوست داریم. خب صحبت زیاده زهره جون، لطف کنید من با شما قبلا مصاحبه داشتم، چونم خیلی دوستتون دارم و برام عزیز هستین، به کارهاتون آشنا هستم، ولی دوست دارم بیننده های ما هم که الان نشستن پای صحبت من و شما یه مقداری از گذشته شما، از اینی که زهره جون چی شد، اول رفتن دنبال دنتیستری و از کی هم در ذهن متوجه شدید که نویسندگی رو دوست دارید، اینا به چه ترتیبی بود تا برسیم به اینجا و بعدم کتاب ها و غیره، در خدمتون هستم. علاقه من به نویسندگی انقدر به قبل برمیگرده که تاریخ دقیقش رو نمیدونم. من زمانی رو به یاد ندارم که قلم به دست بگیرم و دلم نخواد که همطور ادامه بدم بنویسم. حالا این میخواد دبستان باشه، دبیرستان باشه، همیشه بود. و همیشه معلم مورد علاقه من معلم انشا، ادبیات و غیره بود و شاگرد مورد علاقه اونا هم من بودم. در حدی که توی دبیرستان که من رمان نویسی رو در دبیرستان شروع کرده بودم، خانم محمودی دبیرمون همیشه یک روبه آخر کلاس رو اختصاص میدادن به خوندن رمان من که میرفتم و هر دفعه یه فصلش رو برای بچه‌ها میخوندم، اونا هم دوست داشتن. ولی خب از اونجا که اکثرا شاگرد اول بودم، نمرات خوب میآوردم خونه، ایران هم که میدونین چجور بود، یا دکتر و مهندس و قاضی میشدین یا اصلا میرفتین پیکارتون، در حالی که من اینجور نبود. خانواده من برای ادبیات احترام فوق‌العاده زیاد قائل بودن، نه تنها همه اهل شعر و ادب بودن، بلکه یکی از دخترموهای پدرم مرحوم خانم دکتر پوراندخت شجی اولین استاد ادبیات فارسی بود که خانومی که درجه دکترا داشت و خیلی همه فامیل براش احترام میذاشتن. بنابراین اون ایدئال من یه همچین آدمی باشه براشون عجیب نبود، ولی اونا از این میترسیدن که خیلی افسرده شاید باشم، یا شاید دلشون میخواست که من با واقعیت‌های زندگی روبرو بشم، یا اینکه میخواستن یه شغل پردرآمد داشته باشم. خب من نمیدونم، همه اینا به هر حال تا اون روزی بوده دیگه، همه اینا. حرف منم همیشه به وقتی که چون کتابم خیلی توی مدارس و کالج ها الان به عنوان خوندنهای انتخابی که به اصطلاح دارن سلکتیو ریدینگ هست، وقتی برای اونا صحبت میکنم به این شاگردا میگم که اگر پدر یا مادرتون از شما میخوان که یک رشته به خصوصی رو بخونین، یک کمی روش فکر بکنید. الان که من خودم مادر هستم میبینم که آینده و تأمین بودن بچه ها خیلی مطرحه. بنابراین با اینکه ما این کارو نکردیم، البته ما دو تا دکتر بین ما، یه نقاش داریم، یه موزیسین داریم و یکی هم وکیلی که کار وکالت دوست نداره، کمپانی خودشو باز کرده. بنابراین ما اصراری به بچه‌هامون نکردیم، ولی اکثر خانواده‌ها به این دلیل بود. ولی دلیلش هر چه که میخواد باشه، من رفتم و دندان پزشکی رو هم خوندم و تقریبا هر سالم شاگرد اول بودم، تقریبا که نه، 5 سال شاگرد اول بودم، تا اینکه سال آخر یکی از استادا به دلایل اینکه میخواستن بورس محروم بکنن خلاصه برنامه عوض شد. ولی باز اون سالم دوم بودم به هر حال توی کلاس، خیلی با موفقیت پیش رفتم، مطبعم خیلی خوب بود، استاد دانشگاه نورت وسترن بودم سالها درس دادم، خیلی همه چیز بر وفق مراد. یه روز داشتم میرفتم مطبم، رادیو رو گوش میکردم، لئو بوسکالیا آمد خدا بیامرز پای رادیو و گفت If there is something you've always wanted to do, do it. Okay. اگه کاری هست که همیشه میخواستین انجام بدین، انجام بدین. آره دیگه، وقت رو تلف نکنین. یه دفعه با خودم فکر کردم من چرا دارم میرم مطب الان که دیگه پشت سر من کسی وای نستاده بگه نمیتونی نویسنده باشی، الان که مجبور نیستم،
همون روز مطبم رو گذاشتم آگهی فروش و مطب بسیار موفق با 5000 بیمار رو در ظرف چند هفته فروختیم و اومدیم کالیفرنیا، شدیم نویسنده تمام وقت. و باور کنین بهترین تصمیمی بود که در عمرم گرفتم. در حدی که وقتی کسی به من میگه چند سالته، میگم اگر منظور دینه که چند سال زندگی کردم، تقریبا 20 سال. آخه that's so nice, that's so sweet. خب ببینین واقعا هم اینی که میگن آدم دنبال کاری که بهش علاقه داره، پشنش اونجا هست، میره، واقعا زمان رو حس نمی کنه و با جون و دل اون کار رو انجام میده، ببینیم واقعا حقیقت داره. آدمایی که خب البته متاسفانه مطمئنن شما هم به این موضوع واقف هستید، ما میبینیم در اجتماع بیشتر افراد کارهایی که میکنن از روی علاقه نیست، متاسفانه. حتی افراد تحصیل کرده، اکادمیک، به قول خود شما دکترا و وکلا، خیلی مدرک میگیرن، میرن تو همون کارم، ولی لزوماً آدم های خوشحالی نیستن. نه. چون این کار رو میکنن به خاطر اینکه خب حالا درسشو خوندن و از جهت مالی هم احتیاج دارن که اون کار رو بکنن که زندگیشون بگذره. نه. ولی وقتی که بخواین مثل شما به درونشون نگاه کنن، به علاقهشون نگاه کنن، اونجاست که اون خودشون رو پیدا میکنن. البته من فکر میکنم اینم باید توجه داشت که همه افراد هم مثل شما نمیتونن کارشون رو ول کنن و بیان و در یک کار دیگری مثل کارهای هنری آرت ورک اینجوری بدرخشن. اینم یک خاصیتی بوده که در شما بوده و استعدادی که شما داشتین. حالا خیلی هم ممکنه فکر کنن من میتونم خواننده خوبی بشم، من میتونم نویسنده خوبی بشم، کارم رو ول بکنم، حقوق 9 to 5 امو نگیرم. خب تو اون کارم موفق نمیشن، چون کارهای هنری شما بهتر از من میدونید درآمدی لزوماً نداره، مگر برای افرادی استثنایی. همه هنرمندان که از وضع خوب مالی نمیتونن برخوردار باشن، به خصوص هنرمندان مهاجر. حالا هنرمندان داخلی آمریکا همه خیلی وضع درآمدیشون خوب نیست، ولی خب دیگه آدم وقتی مهاجرم هست مشکلات دیگری هم بهش اضافه میشه. بله. در نتیجه شما جزء معدود افرادی هستین که تونستین وقتی دنبال عشق و علاقتون هم اومدین باز هم خدا رو شکر موفق بشین و این واقعا جای خوشبختی داره و we are very proud of you to say the least. ممنون. ولی خب حرفی که من همیشه به کسانی که میگن من نمیتونم این کارو بکنم، بحثی که با اونها دارم اینی که اولا به چند دلیل شما میتونید. یکی این که اکثر آدما به 50 سال که میرسن فکر میکنن دیگه از موقع درس خوندن من گذشته. اصلا نگذشته. من 50 ساله بودم که رفتم به دانشگاه، دوباره کلاس های نویسندگی برداشتم، برای اینکه نویسندگی و شعر گفتن من تا اون زمان به فارسی بود و چون بچه هام فارسی بلد نیستن، اگرم بلدن در حد خواندن و نوشتن نیست، تصمیم گرفتم که به انگلیسی بنویسم که اونا اقلا بدونن من چی می نویسم. و کلاس لازم بود برم، دانشگاه لازم بود برم و کار آسونی نبود، ولی من معتقدم که هیچ کس نمی دونه چقدر زندگی می کنه. ما هر روزی رو به امید فردا سر میکنیم، بنابراین اگر فردایی هست برای فردا هم فردایی هست. بنابراین بهشون میگم، بنابراین اینکه از من گذشته که اصلا وجود نداره، وقت ندارم بهانه دومه. همیشه به شاگردای نویسندگی میگم کار دارین، بچه دارین، زندگی دارین، وقت ندارین، روزی یه صفحه بنویس. روزی یه صفحه رو که میتونم بگه آره میتونم، خیلی خب روزی یه صفحه اگه بنویسین بعد از یه سال یه کتاب 365 صفحه ای نوشتین. براو. بنابراین وقت ندارم یعنی وقت نمیگذارم براش، یعنی بهانه در حقیقت بهانه است. و حتی برای کسانی که وضع مالیشون خوب نباشه، اگر اینقدر اشتیاق داشته باشن وقت آزادشون رو میدن به این کار. من زمانی که کتاب اولم رو شروع کردم هنوز کار میکردم و 3 بچه داشتم، 2 شغل داشتم و یک زندگی اجتماعی بسیار شلوغ پلوغ، بنابراین وقت آزاد نداشتم به اون صورت.
منتها اونی رو که داشت از خوابم میزدم یا اینکه از تفریحم میزدم که بتونم چیز بنویسم. خب در پیرو صحبتهای شما واقعا هم این درسته که اگر آدم به کاری علاقمند هست وقتش هم پیدا میکنه. بله. اگر آدم کاری رو دوست داره که انجام بده، مثل یه دوستی بود چند روز پیش با من صحبت میکرد، میگفت با هر کی صحبت میکنم میگه وقت ندارم تلفن بزنم. چرا وقت دارن برن رو سوشال میدیا هر دقیقه ولی وقت ندارن تلفن بزنن احوال آدم بپرسن؟ دیدم خب حرف حساب. بنابراین باز برمیگرده به صحبتی که شما به درستی بهش اشاره فرمودین و اون هست که آدم اولا تایم منیجمنت بلد باشه، چون خیلی از ما بلدم نیستیم واقعا، نه که نخوایم، نمیدونیم تایممون رو، وقتمون رو چجوری در یه 24 ساعت بگذاریم برای کارهای متعددی که باید انجام بشه. حالا بعضیاش ممکنه کارهای لازمه و بعدن کارهای سرگرمی کننده یا حالا هرچی غیره. در حال کاملا شما درست میگین و من چقدر خوشحالم که شما رو در برنامه داریم، که دوستانی که الان دارن به برنامه توجه میکنن شاید یکی دو نفری باشن که اونا هم علاقه ای دارن، پشنی دارن، کاری رو میخوان شروع کنن، به قول شما در سنین 40-50 سالگی هستن، حالا یه ذره شاید بیشتر کمتر فرق نمیکنه، یه کارایی رو دوست دارن ولی برای خودشون یه جورای غیر ممکن میبینن. چقدر خوبه که صحبت‌های شما بتونه تأثیر مثبتی روشون داشته باشه، چون شما الان یه نمونه بارزش هستین. درسته که شما یه خانم تحصیل کرده یه موفقی بودین و من فکر می‌کنم تحصیلات اکادمیک به هر حال همیشه پایه قوی و لازمی هست برای هر کار دیگه‌ای که بچه‌ها می‌خوان بکنن. یعنی واقعا من باورم اینه، چون در طول این سال‌ها در این همه مصاحبه‌ای که با دوستان داشتم، هنرمندا غیره، همیشه به این اصل رسیدم که افرادی که تحصیلات عالیه دارن هیچ وقت در هیچ جایی نمیمونن، چون همیشه اون بک‌گراند و اون به هر حال تحصیلاتشون باعث میشه که همیشه به جلو برن. بنابراین یه چیزی که من از همه این کارهام و صحبتهام گفتگوهام من دستم اومده تو این سالها این هست که به گفته شما اون بک‌گراند و اون تحصیلات اکادمیک رو دنبالش برن، حالا بعدن هم اگه میخوان شاخه های دیگه بزنن باز اون پشتگرمی براشون همیشه هست و کمک. شما موافق هستی؟ کاملا. خب؟ کاملا موافقم و علاوه بر اون معتقدم که آموزش هیچ وقت نباید متوقف بشه. یعنی فقط به خاطر این که من سنم 50 ساله 60 ساله 70 ساله نمیخوام دیگه برم مدرسه، نمیتونم دیگه برم مدرسه، مفهومی نداره. من زبانهای انگلیسی و فارسی رو خیلی از جوونی میدونستم، یه خورده فرانسه رو در این فاصله یاد گرفتم و در 2 دهه اخیر اسپانیولی رو روان شدم. بنابراین نمیتونستم بگم خب دیگه من این زبانها رو بلدم اونم بلدیستم. آدم هایی هستن که در همین مملکت زندگی میکنن، دروبرشون از هم مملکتی های خودشون پره و انگلیسی رو نمیرن بخونن. این زبون من نیست، منم که وقت ندارم، جوونم نیستم، نمیخوام. هر زبانی در یک دنیای دیگر رو به روی آدم باز میکنه و من دلم میخواد که بازم برگردم به مدرسه، باز هم زبانهای دیگه بخونم، باز هم یاد بگیرم. دائم دارم کتاب میخونم، دائم در کتاب خونه هستم، دائم به کلاسهای اضافه میرم. نویسندگی رو هم درس میدم هم درس میرم کلاس هنوز، به خاطر اینکه آموزش وقتی که یک ضرب المثل خیلی قشنگ هست که آمریکایی‌ها دارن، میگه ما برای اینکه پیر شدیم نیست که بازی رو تعطیل میکنیم، ما بازی کردن رو که تعطیل میکنیم پیر میشیم. ببینید چقدر قشنگه این، ببین این چقدر زیباست. واقعا همینطوره، آدم همونقدر جوانه که فکرش میتونه جوان بمونه و این فکر رو باید تربیت داد، باید تعلیمش داد. اگر هیچ کار دیگه نمی کنین، من به دوستای مسنترم میگم جدول حل کنین، واقعا مؤثره. مغزو دائم به کار بیاندازید، برای اینکه وقتی ما فکر میکنیم خب من که مدرسه‌مو رفتم و دیپلمم هم به دیوار زدم و عنوانم هم که دارم و شغلم هم دارم، جیبم هم پر پول، دیگه تموم شد کارم. کارتون تموم نشده. اگه همچی حرفی بزنین، این شما این که تمام شده. چقدر قشنگ، واقعا چقدر قشنگ دارین به این مسائل بررسی میکنین و اشاره، و امیدوارم که واقعا این حرفای شما فقط از روش رد نشیم. دوستان
خوب گوش کنیم و واقعا جامعه عمل بهش بپوشونیم. فقط هم برای خودمونها، یعنی هر چی که دارین میگین صرفا هر شخصی برای خودشه و برای بهبود زندگی کردن خودشه. الان همین اشاراتی که داشتین شما میکردین به اینی که فرض کنین اگه یه زبونی رو میدونین یه زبون دیگر رو شروع کنین یاد گرفتن، یا کتاب بیشتر بخونین، یا جدول حل کنین، همه اینا الان ثابت شده که میتونه کمک کنه به مسائلی مثل آلزهایمرز یا گرفتاریایی که در سنین میدل ایج اور بالاتر سراغ یه سری از افراد میاد. خب با نگه داشتن مغز به طور اکتیو ما میتونیم جلوگیری از این کارها بکنیم. بنابراین نه تنها که سرمون به هر حال گرم میشه، چیزی یاد میگیریم، هزار محسنات دیگه داره، بلکه واقعا هم از جهت سلامت روح و روان هم به مغز ما کمک میکنه. یه کسی بود میگفت ما فقط میریم ورزش میکنیم از صبح تا شب تو جیم، یادمون میره که این مغزمون هم باید ورزش بکنه. خب واقعا هم درسته. بنابراین همین خوندن که شما میگین، کاش شما لس آنجلس بودیم ما بیشتر از شما میتونستیم استفاده بکنیم. شما یاد هر وقت منو بخواین من میام پلوتون. شما لطف دارین، شما اشاره کردین به زبونهای مختلف، میخوام از قلم نندازم. یادم هست زمانی که با شما مصاحبه داشتم کتاب Sky of Red Poppiesتون آمده بود بیرون و سوال من از شما این موقع این بود که خب زهره جان این کتاب رو میخواین ترجمه کنین به زبانهای دیگر؟ حیفه، بالاخره ما ایرانی هستیم، ایرانی ها فارسی زبانان دوست دارن این کتاب ها. گفتین بله، اونم دارم راجبش فکر میکنم. حالا دیدم که این کتاب به زبان فارسی و فرانسه ترجمه شده. بله. خیلی بهتون تبریک میگم. گود جاب. حالا کتاب بعدی که بعد از اون Sky of Red Poppies The Moon Daughter‌تون هم که اومد بیرون چند سال بعد، اون هنوز ترجمه شده یا نه؟ نه، به زبان‌های دیگه. اون کتاب هنوز ترجمه نشده و به اصطلاح میدونید که در این مملکت چاپ کتاب یه مراحلی داره. بله، پروسه خودشو. مرحله اولش داشتن ایجنت هست. حالا ایجنتی که من دارم به من میگه که شما باید اینا رو بفرستید به یک ناشر بزرگتر که وسعتش خیلی بیشتر از این باشه، فقط در شهر سندیگو و ایالت کالیفرنیا نباشه، بیشتر از این بتونید خواننده داشته باشی. به اون دلیل ما تمام فعالیت‌های دیگه مثل آدیو بوک مثلا، بله، قرار بود من خودم صحبت کنم آدیو بوک رو و بخونم کتابمو، یا اینکه فرض کنید ترجمه زبانهای دیگه یا ترجمه کتاب بعدی، اینا همه رو فعلا متوقف کردیم تا ببینیم ناشر کتاب سومی که الان تموم شده و در دست ایجنسی هست کی میشه. اگر یه ناشر بزرگ باشه اونا تمام این چیزها رو میخوان. درست. میخوان که حق ترجمه با اونا باشه، حق نشر اون هم با اونا باشه، و هرچه کمتر این کارا رو کرده باشیم برای چاپ کتاب بعدی موثرتره. بنابراین اونا رو هر فعلا ما متوقف کردیم. اوکی. حالا برای دوستانی که حالا نمیدونم کتاب ها رو خوندید یا میخواید تهیه بکنید، حتما جالب هست بدونید که اصلا این کتاب ها در چه موردی هست. میپرسیم از زهره جون ببینیم کتاب اولشون اصلا بر مبنای چی بوده، این کتاب رو چطور نوشتید؟ این کتاب رو من به دو دلیل شروع کردم. یکی این که شخصیت اول کتاب یک دوست من بود که تمام عمر دلم میخواست داستان زندگی اونو بنویسم، و این یه دینی بود که خودم به خودم داشتم، میخواستم اینو بنویسم. دومی که دلم میخواست ضمن نوشتن اون داستان شهر خودم مشهد و مراحل مختلف زندگی در اون شهر رو طوری بیان کنم که بچه هام ببینن، برای اینکه بچه های ما اگر الان هم بتونن برن ایران دیگه اون مملکتی که ما توش بزرگ شدیم نیست، نه محیط اونه نه حتی ظاهرش. من در شهر خودم گم هستم، تهران که دیگه هیچ. بنابراین میخواستم اونا رو آنچه که بود رو بنویسم، قلم من دوربین باشه، بره به تمام اون کوچه پس کوچه های مشهد قدیم، بره به دبیرستان شاهدخت، بره به خیابان جهانبانی، میدونید تمام اینا رو براشون توصیف کنم، چه خوب چه بد. اینو ما نوشتیم، بعد ادیتوری که این رو دید گفت نه این نمیشه، این شیرین که قهرمان اولیه داستان باشه که همون دوست من بود
بسیار قهرمان جالبیه و زندگیش جالبه، ولی رویا که گوینده داستان هست برای ما همونقدر جالبه. ما باید ببینیم رویا چه کارایی کرد در این زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و اینا. رویا من بودم، رویا کاری نبود، رویا زندگی خودشو میکرد. گفتن خب تو نویسنده هستی، رویا رو بیار تو کار. اینه که در اومد به جای اینکه واقعیت باشه به عنوان داستان تخیلی شد دیگه. بله، چون بله. مجبور بودیم یه چیزایی رو بسازیم. اینه که در نتیجه دوستی دو دختر هست که در پشت نیمکت دبیرستان با هم دوست میشن و زندگی 40 سال اخیر این دو زندگی میلیون ها ایرانی رو که من و شما باشیم وصف میکنه، با این تفاوت کتاب هایی که بعد از به خصوص بعد از انقلاب راجع به ایران و ایرانی نوشته شده یا شخصی هستن، خاطرات یک نفر هست، یا اینکه یه جنبه ای داره، حالا میخواد این جنبه ضد اسلامی باشه یا موافق اسلامی باشه یا ضد شاه باشه یا شاهنشاهی باشه یا نمیدونم یه موضعی رو که خودشون داشتن گرفتن. من میخواستم موضع وجود نداشته باشه، همه چیز رو آنچنان که بود مثل نقاشی کنم برای خواننده و بذارم خواننده خودش تصمیم بگیره که کجای کار رو دوست داره، کجا رو نداره. به نتیجه توش انسانهای خوب، بد، ثروتمند، فقیر، تحصیل کرده و بی سواد همه نوع هستن. خب برای همینم بسیار کتاب دلپذیر و دلچسبی، همینطوری که به عنوان یه خواننده این کتاب رو میخونید واقعا نمیخواید بذارید زمین. حالا من تو دوستام همیشه میگن تو خیلی کتابا رو زود میخونی و خوش به حالت، ولی واقعا نویسندگی شما به قدری شیرین قلمتون که واقعا آدم وقتی شروع میکنه دیگه اصلا درگیر میشه، یعنی هر کار دیگه دارین میخواین کتابا رو اول بخونید. فوق‌العاده. خیلی ممنونم، متشکرم، نظر لطف شماست. ولی من فکر میکنم واقعا وقتی هم از من میپرسن که آمریکایی‌ها میپرسن تو فکر میکنی چرا کتابات اینقدر محبوبیت پیدا کرد؟ خب وان بوک وان سان دیگو وقتی شد کتاب من، کسی نمیتونه صرف من تلفظ کنه، نه قیافمو میشناخت، نه لهجهمو میفهمید چی دارم حرف میزنم. خیلی عجیب بود که این کتاب انتخاب شد. بهشون میگم من به این نتیجه رسیدم که برمیگردیم به شعر سعدی که سخن که از دل برون آید نشیند لاجرم بر دل، و چون ترجمهش نداشتم خودم ترجمه کردم که A word that comes rises out of one's heart has no choice but to land in another. بنابراین فکر میکنم شاید واقعا به دل خواننده نشست، ولی خواننده است که نویسنده رو نویسنده میکنه. تشویق خواننده ها بود که من کتاب دوم و سوم رو نوشتم. حالا قبل از اینکه بریم سراغ غریبه ها و خواننده ها، چون میدونم شما در شروع کتاب اولتون بچه هاتون مد نظرتون بودن، قبلا هم با هم صحبت کردیم، بچه ها چی فکر کردن؟ من فکر میکنم چند ساله بودن اولا؟ بچه ها بزرگ بودن. اوکی. بچه های من کوچکترینشون اون موقع دبیرستان. اوکی. بنابراین بچه ها هر سهشون واقعا میتونم بگم عشق بلا شرط به مادرشون دارن، واقعا دارن، هیچ وقت ما اختلافی الحمدلله نداشتیم و همیشه اونا عاشقانه منو دوست داشتن، من اونا رو دوست داشتم، ولی همدیگر رو درست نمیفهمیدیم. من فکر میکنم بعد از خوندن کتاب های من علاقه بچه ها به من و پدرشون بیشتر از سابق شد، برای اینکه تازه فهمیدن ما چه زندگی رو پشت سر گذاشتیم و به اینجا اومدیم، چه فداکاری هایی براشون کردیم و چقدر از قانونای اجتماعیمون رو زیر پا گذاشتیم که بتونیم بذاریم اونا اونجوری که دلشون میخواد زندگی بکنن. براو، خیلی قشنگ گفتین. واقعا هم اینا بچه ها رو با آدم نزدیکتر میکنه. حالا شما در نویسندگی با مهارتی که دارید این امر رو انجام دادین که بچه هام خدا رو شکر لذت بردن. بچه هام بچه های خوبی هن برای که پدر مادر فوق‌العاده خوبی دارن. مرسی. و اینا همش میدونیم که مؤثر هست و لازمه یه زندگی خوب و یک خانواده خوب. ولی من هم که نویسنده نیستم،
دوست دارم و معمولا این کار رو با پسرم انجام میدم که میشینم براش تعریف میکنم بله. از قدیم ها. حالا یه وقتای بچه ها ممکنه به نظر بیان حالا حوصله‌شون سر ممکنه بره، جالبم نباشه، ولی هر چقدر از داستان ها رو بشنون یک کمیشم که براشون بمونه به عنوان یه خاطره، اونها رو هم با زندگی های گذشته ما و پدر بزرگ مادر بزرگاشون نزدیک میکنه و همینطور که شما چقدر به قشنگی گفتین باعث میشه که اونها بیشتر یه جورایی قدردان، نه که قدردان من نوعی بخوان بشن، اونش اصلا لازم نیست، یعنی قدر زندگی، اجتماع الان، کارایی که داره میشه رو به نوعی بدونن. خب من یادمه حتی مادر بزرگ من هم این کار رو برای من کرده. یعنی من فکر میکنم اینا خیلی کارهای جالبیه که اینا اصلا باعث شده که منم خب نسل قبلی مادر بزرگم، زندگیایی که باز اونا داشتن، اشاره داشتین به مشهد، خب اونا اونجا زندگی میکردن، من اینها رو با اینی که نبودم و اونجا بزرگ نشدم خب دیدم، یعنی میتونم لمس کنم، میتونم حس کنم و اینا باعث و بانیش ایشون بودن در زندگی من. بنابراین خب چقدر بهتر که شما اینو به عنوان کتاب ارائه دادید که ماها هم بتونیم همه لذت ببریم، بچه های که هیچ به قول معروف ما هم بتونیم بخونیم. اصلا اثراتی که این کتاب داشت برای من خیلی جالبه. در یکی از صحبتهایی که راجع به کتابم داشتم، یه خانم آمریکایی دستشو بلند کرد و به من گفت از اینکه این کتابو نوشتین من ازتون تشکر میکنم. گفتم حالا اگر کتابو دوست داشتید به جای خود، ولی چرا تشکر؟ گفت من در یک ساختمانی زندگی میکنم که آپارتمان روبروم رو یه ایرانی زندگی میکنه، همیشه صدای موسیقیشون خیلی بلنده و بوی پیازداغشون خونه منو پر میکنه و من همش آرزو داشتم اینو از اینجا برم تا اینکه کتاب تو رو خوندم. از وقتی کتاب تو رو خوندم صدای موزیکش اذیتم نمیکنه و عاشق بوی پیازداغم. واو. ببین این کاری که کتاب من کرد برای من بزرگترین به اصطلاح افتخاری است که میتونه باشه، که ما رو بعد از اون همه که از ایرانی بد گفتن و هزار اسم روش گذاشتن و این چیزها، آدم بشینه زندگی ساده یه مش ایرانی رو به اینها ارائه بده که ببینن ما چی هستیم. و به علاوه خیلی ها جواب سوالاتشون هم در این کتاب پیدا میکنن، با اینکه من نه از سیاست خیلی سرم در میاد و نه در ایران بودم زمان انقلاب، چون من خیلی سالها قبل از انقلاب از ایران اومدم بیرون، ولی با تحقیق و از این بپرس از اون بپرس تا جایی که فقط آشنا بشن مسائل 40 سال اخیر رو توجیه کردم. و خب جالبیش حضورشون اینه که چون سایدی نگرفتید، همه رو مروری کردید به وقایعی که بوده، این بیشتر به دل میشینه، چون نشون میده که دارید داستان تعریف میکنید، یعنی اون وقایع رو دارید راجبش حرف میزنید دیگه. حالا به قول شما به اون خواننده بستگی داره که چی میخواد ازش درک بکنه. قشنگیش واقعا همینه. حالا راجب د مونداتر هم که کتاب بعدی بود برامون بگین، چون اونم میدونم باز مونداتر کتاب بعدی راجب زنان هست. شروع میشه با زندگی یک زن ایرانی که در ایران بزرگ شده، در ایران ازدواج کرده و بعد این زن دخترش رو در آمریکا بزرگ میکنه. بین این دختر و مادر و شرح زندگیشون من سعی کردم تفاوت‌های اجتماعی، تفاوت‌های طرز فکر و تفاوت‌های فرهنگی یک مادر و دختر به این صورت رو نشون بدم که خیلی آمون در اون شریک هستیم. دقیقا. و البته باید بگم که مقدار زیادیشو از بچه هم قرض گرفتم برای اینکه اونا واقعا بزرگ شده و متولد اینجا هستن، همون مسائل رو حتما داشتن، ولی دلم میخواست که راجع به حقوق زنان و مسائلی که زنان در بیشتر دنیا به خصوص در خاورمیانه باهاش روبرو هستن یه کمی صحبت کرده باشم. این شد که اون کتاب به وجود اومد. خوشبختانه اونم همطور برای خودش داره خوب میره. خب میگم کارهاتون جالبه، داستانهای پشتش جالبه، نویسندگیتون بسیار با مهارت و شیرینه، بنابراین در دلها جا میگیره. و اما در کنار اون دوتا کتاب، دوتا کتاب دیگه که الان روبروی من هست، یکیش A Glorious Freedom هست که این کتاب رو هم شامل چندین خانم های نویسنده هست که هر کدوم
داستان خودشون رو اینجا توضیح دادن. این کتاب رو خیلی دوست دارم یه کوتاه مختصر و مفید برامون بگید، چون داره وقت به اونجای میرسه و سویچ کنیم به انگلیسی، میخوام هم یادم نره. این کتاب رو من ننوشتم، این کتاب نوشته خانم لیسا کانگدن هست. کتابی است به نام A Glorious Freedom. بعد زیرش توضیح داده Older women leading extraordinary lives. زنان مسنتری که زندگی های خارق‌العاده کردن. و من نمیدونم من چطور توی این کتاب برخوردم، به خدا نمیدونم، برای اینکه کسانی که هستن خیلی بزرگتر از منن. لورا اینگل وایلدر رو همه میشناسن، برای اینکه لیتل هاوس آن دی پریری سریالی بود که روی زندگی اون بود، یا جولیا چایلد، یا نمیدونم ویرا وانگ، یا نمیدونم خیلی خانم های دیگه ای که توش هستن، همه خیلی از من به قول معروف سرن. نه شما هم خیلی، ولی خب من هم این تو برخوردم، شما هم شکست نفسی میکنید. نه اینو به عنوان واقعیت چرا که نه آف کورس، برای اینکه این کتاب هایی هم که شما ارائه دادین خب واقعا خیلی در دنیا مورد توجه قرار گرفته و تاثیرگذار بوده و همین دلیل تو مدارس دارن ازش استفاده میکنن. پس شما هم خودتون لطفاً دست کم بدید. ولی جالب این عکس هست که این خانم هرگز منو ندیده و یه خانم نقاشی است خودش. پای تلفن با من مصاحبه کرد و مقالش رو نوشت و وقتی کتاب در اومد از من پرسید که چرا کتابت روی عنوانش شقایق ها هستن و از کی نویسندگی دوست داشتی. ضمن صحبت بهش گفتم که از بچگی نویسندگی دوست داشتم و شقایق همیشه گل مورد علاقم بوده. حالا بذار اینو ببینن دوستان. و اون این نقاشی رو کشید که در واقع تصویری است که اون از من توی ذهنش داره، دختر بچه موسیایی که داره چیز می نویسه و از سر شقایق در میاد. میتونین این اسم مورد علاقه منم بود همیشه بچه که بودم، از این اسم شقایق، گل شقایق رو خیلی دوست داشتم. داریوش خواننده عزیز ما ایرانی ها، هنرمند خوبمون، دوست خوبم، ایشون هم یه ترانه خوندن تحت همین عنوان که خیلی هم برای من عزیزه و همیشه میگفتم اگه من یه دختر هم یه روزی داشته باشم اسمشو میخوام شقایق بذارم. و چقدر خوشحالم که شما در ضمن اینجا، اینم ماشاءالله با زهره جون که میشینیم، اینقدر خانم هنرمندی هستن، نمیدونم از کجا بگم، چی از قلم نندازم، نقاشی های فوق العاده زیبایی انجام میدن. حالا یه مقدارشو داریم اتاق فرمان محبت بکنن اینا رو هم نشون بدن. و یه نقاشی هم از همین شقایق ها دارن چون فیوریتشون هست و اونم ببینید، کارهاشون بی نظیره. اگزیبیشن دارن. اگزیبیشن آخری که از کارهاتون بود کی بود زهره جان؟ سال گذشته در مرکز نویسنده ها بود، ولی انشالله الان دارم خیلی کار میکنم، انشالله تا اواخر تابستون یک اگزیبیت دیگه میذاریم. به به، پس حتما لطف کنین ما را هم با خبر بکنین که اگر بدونیم هم به اطلاع دوستان برسونیم، هم حتما خودم هم بیام خدمتتون باشم ببینم کارهای زیبای شما رو. یه اشاراتی هم داشته باشیم به A Year in Ink که در اینجا هم شما یک مطلبی رو نوشتید و گذاشتید، تا بعد سویچ کنیم به انگلیسی که وقتی هم نیاد. این یه داستان کوتاه، این انجمن نویسندگان سان دیگو سال یک بار این کتاب رو میدن بیرون، میتونید از سان دیگو رایترز اینک این رو بگیرید و اینک رو ما با کی می نویسیم، برای همین هم این اینک اینجا با کی، و انتخاب میکنن از بین 200-300 تا مقاله و داستانی که پیدا میکنن 20 تا 30 تاش میره و شانسی که من آوردم این داستان ریتریبیوشن یا تلافی داستان کوتاه مختصر مفیدی ولی خیلی جالبه. من اگه جای شما باشم حتما اینو تهیه میکنم. وبسایت زهره جون رو هم براتون روی صفحه تلویزیون گذاشتیم، zoqahremani.com که میتونید برید وبسایتشون رو سری بزنید، همه کارها اونجا هست، میتونید بیشتر مطلع بشید، حتی اگزیبیشن هم حتما مطمئنن رو وبسایت شما خواهید گذاشت که علاقمندان بدونن و به خصوص اون دسته که احتمالاً سان دیگو خواهد بود نه؟ بل. بیان و ما حالا از الی و اورنج کانتی هم دور نیست، ما میریم یه سری بهانه خوبی که بریم بسنیم. شما بهانه نمیخواد، هر وقت بیایید قدمتون رو چشم. خب اگه دوستان اجازه بدید این چند دقیقه پایانی برنامه‌مون رو بریم و به زبان به قول معروف شیرین انگلیسی سویچ کنیم، برای اینکه همونطور که خدمتتون در آغاز اشاره داشتم وبسایت خانم زهره قهرمانی دوست دارن که به هر حال مصاحبه‌ای که خیلی جاها برای مصاحبه بودن
در طول این سالها و دوست دارن که یه مقداری لاقل، حالا اگه همه مصاحبه نشود به زبان انگلیسی باشه، یه مقداریشو لاقل بذاریم به زبان انگلیسی که اون دسته از عزیزان هم بتونن فالو بکنن. در نتیجه ما شورت اند سویت یه 6 7 دقیقه وقت داریم زهره جون، موافقین حالا سویچ کنیم به زبان انگلیسی؟ حتما. اوکی، so we're sitting and talking to Mrs. Oy Gharamani. She's here, she's the author, artist, she's written already a few books that are all very well received, and here we're talking about them. It's a pleasure having you on the show, and it's been already 5 years, believe it or not, since the last radio interview I had with you regarding your other books. Thank you for inviting me. It's always a pleasure to talk to you. Pleasure is all mine. Okay, if you want to talk briefly about the success of your two other books that already have been in the market, have received a lot of attention, awards, rewards, etc., and then we move on to A Glorious Freedom, which you were selected among so many other famous writers, and of course you're one of them for us, Iranian-American here, and then we move to the A Year in Ink. Okay. I wrote my first novel in English was Sky of Red Poppies. The title comes from a Persian poem. It's the story of two teenagers who meet in classroom, and because everybody wears uniform, everybody looks the same. And they come from two different backgrounds. One gets involved politically, and the other one ends up in United States, and through the events of their lives, I tried to describe the lives of many Iranians and the events that happened in that part of the world with what happens to them. We go and see how it happened. And I wrote that mainly because I wanted to explain things to my children who don't read Persian, because my other books were in Persian. Mm-hmm. And also I wanted to have them see the places that I had seen and live the life that I had lived. So little did I know that the public would like it, and it became the 2012 One Book, One San Diego, which is a citywide reading recommendation, mm-hmm. and it won other awards as well. And then a few years later, I wrote my second book, The Moon Daughter, and that one too has won San Diego Book Awards, and it won Best Fiction with Writer's Digest. And so they have been successful. I recently finished my third book, The Basement, and I'm currently working on a young adult novel, which will be kind of a parallel to Sky of Red Poppies, only written for the very young who do not understand politics. And so we try to go through life stories to tell them what happened. How lovely. Let's not forget that your first book has now been translated into two other languages, Farsi yes. and French, which is wonderful. Yes. And now, as far as the other book, the third one, Basement, would you mind telling us a little about the story of that, what The Basement... Yes, The Basement started after I had read a very good book that I'm sure you have read, mm-hmm. The Help. Uh-huh. And I suddenly realized that no one has ever written a novel that involves the working class, mainly the domestic help. Mm-hmm. And since many of that group of people were instrumental in the changes that came about and stayed in Iran, they were in a way the foundation of these changes. So The Basement sounded like a good name. Absolutely. So in that book, you meet a couple of orphans, a brother and sister, who are brought to the city to be trained for domestic work. Mm-hmm. And those two become two very different individuals. Interesting. So through their experiences, again, we see the revolution and we see what happens to people. How interesting. And these books are all fictions? Yes. Okay. All right. All of my books are fiction, uh-huh. but there's a lot of truth in them. And I used to have a cup that I love. My daughter had given it to me. It said, "Be nice to me. You may end up in my next novel." You know, so it's true.
you get the characters from people you know. So there's a lot of truth in them, but no, it's definitely fiction. I see. Okay, now as far as you writing and being a great author and having books coming up one after next, I don't want to forget the fact that you're also an artist as far as paintings are concerned. You do have a lot of exhibitions going on. I believe there is another one coming up end of summer, you mentioned. I hope so. I have not organized that, but I have been taking, I told you, I never stopped going to school. I have been taking painting classes, and I go through phases with my paintings. You've seen the pomegranate phase, and you've seen the poppies, too. And you've seen the, you know, nostalgia. Now I'm into landscapes mostly, and so I've done a lot of landscaping, and I think I will soon have enough to have another exhibit. Wonderful. We can't wait for that. Thank you. Let's mention about the fact that you were chosen amongst the few for the Glorious Freedom book. Yes. Well, The Glorious Freedom is a feather in my hat. It's by Lisa Congdon, and it's about older women living extraordinary lives. And I am glad that my life seems extraordinary absolutely. To somebody. And I'm so happy that you're not only yours became like that, but you're also a great person to encourage others to take the same steps, or at least have the courage to start something new. Yes. In their, you know, while in their middle age area of their lives. Absolutely. I think that a lot of us look at life the wrong way. Mm-hmm. I'd like to end this talk probably with saying, you say life is very short, and you are right. It's from point A to B. And if you just go directly from A to B, that's how short yours will be. But I have discovered that life is very wide. So instead of going directly to B, I zigzag my way, and it's a long way. And there's so much to see and so much to do. And I would like everyone to look at their lives that way. How nicely and well said, as always. And then let's quickly go mention about the A Year in Ink. I don't want to forget this book either. I am a proud member of the San Diego Writers, Inc., and that Inc. is with a K. Mm-hmm. And once a year, they have this book, an anthology of what they consider the best of the works that comes out of that association. And, of course, I am proud to have been in another one, too, and this was the newer one. And congratulations. You can always get their publications through them, sandiegowriters.org. Perfect. This is their website. Wonderful. And you obviously have the website to check out more, zogaramanis.com. You can check it out, all the events, everything she does, she has done, it's all there for you guys. And you can also check out the YouTube for Farsi-speaking people. Most of the interview today went in Farsi language, with an exception of the last 5-7 minutes of it that we switched to English for those who don't necessarily speak Farsi and would rather hear the whole thing in English. Sorry, it was a quick one in English because we're running out of time, but it still was a pleasure speaking with you today. Thank you. I do appreciate that, and hopefully this time wouldn't take another 5 years before I have you back in the studio. Thank you so much for inviting me. My Thank pleasure. You for Thank being you. So open and so warm. You make your guests feel so comfortable. I didn't see the time pass. Thank you. It was a pleasure having you. Until next week and another show, I wish you a wonderful week. Drive safely and stay well. Thank you. Thank you very much. Thank you.